دوستان عزیز، آغاز این صبح زیبا رو بار دیگر به همه شما مبارک میگویم. خیلی سربلند هستیم که باز هم در یک صبح نازنین وطن مهمون کاشانه های شما هستیم و امروز در مهمونی برنامه صبح خیر تاجیکستان حضور دارند یک گروه از ورزشگران فدراسیای محریبه های آمیخته جمهوری تاجیکستان و همچنین راهبریت این فدراسیای بونفوذ کشور. دورانجان جورایف، راهبر فدراسیای صنعت محریبه های آمیخته جمهوری تاجیکستان، خوشمحمد پیرف، دیرکتر اجرایی فدراسیا، همچنین بختیار تورسونوف، سرمربی دسته منتخب نورسون این فدراسیا و ورزشگران قاسم سردارف، سیالی کمالوف و محمد سیدزاده. خوش آمدید به برنامه ما صبح زیبای وطن مبارک. ما میدونیم که فدراسیای محریبه های آمیخته تاجیکستان واقعا هم در 3-4 سالی فعالیتی که در جمهوری تاجیکستان دارد به یک قطار دستاوردهای خیلی نظررس نایل گردیدند. سر اول می‌خواستیم که رئیس فدراسیا دورانجان جورایف درباره دستاورد و موفقیت ورزشکاران، درباره دستاورد و موفقیت فدراسیا در جمهوری تاجیکستان چند حرف گفته باشند. تشکر. سلام علیکم، صبح بخیر. پیش از همه می‌خواستم شما رو تبریک کنم با یک شادشوی بینوی نو و امیدوارم که در این بینوی نو با تمام شرایط های موثر شما میتوانید نو خبر، خوش خبر و نو خبر های نو به نو تازه رو به مردم تاجیکستان پیشنهاد کنید و ما حرکت میکنیم که با دستاوردهای خود نیز آینده مهمونی استودیوی شما شویم. سلامت باشید. پیش از همه قید کردم به مورد است که امروز با شرافت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیته المپی جمهوری تاجیکستان، ما در یک دولت آزاد و آرام زندگی و فعالیت کرده استودیم و بله، امکانیت داریم که در رشته ورزش نویلی پیشروی گردیم و ببینید که تمام شرایط ها سر کرده از ورزشگاه و ورزشگاه کلونی که مسابقه های بین المللی گذرانیده می شود. بله. علاوه خصوص در شهر دوشنبه شرایط ها در دیگر ورزشگاه های مکتب های ورزشی، ورزشگاه های شخصی با فکر من در سطح خیلی خوب است، چی زمستون چی تابستون، و البته این شرایط ها با ورزشگاه های ما امکانیت می دهند که هنر ملکه خود را در عرصه بین المللی نشون دیان. وابسته به فدراسیای مو فدراسیای نو هستیم، نو تاسیس گویم خطا نمیکنیم. فعالیت رو سال 2017 آغاز کردیم و واقعا ما سال 2021 فعال شدیم و در مدت یک کوتاه بله ما دسته جمعونه البته با زحمت و مهنت های ورزشگران، اعضای فدراسیای، مربیان، داوران، ریفری، کتمن ها، ما توانستیم دست جمعونه با یک نتیجه نویل گردیم. در جمع ما در یک قطار مسابقه های بین المللی مثل چمپیونات کشودی اوروپا، چمپیونات های آسیو و چمپیونات های جهان اشتراک نموده زیاده از 100 مدال به دست آوردیم. بله. خب البته معلوم است که در دوامی خیلی سالی کوتاه اینقدر دستاورد به دست آوردن در مسابقه های سطح بلند بین المللی و جهانی شرکت ورزیدن کار سهل و ساده نیست. سر موفقیت فدراسیا و تیمتون رو میگفتید که در چی است؟ در این قدر مدت کوتاه توانستید در مقیاس جهان هم میانی کلانسوان هم میانی نورسان در صدر جدول باشید، یعنی رقم یک باشید. من فکر میکنم فدراسیا ما اون سیر ندارد. موفقیت فدراسیا و موفقیت بچه این البته در آمودبینی دست جمعونه است. این مهنت های پیش از همه ورزشگرو است که همه روزه با مسئولیت با مشق آمده، با مسئولیت و پیشنهادهای مربیان خود رو ملکه خود رو بهتر میکردن. البته این برگزاری شماره زیاد مسابقه های داخلی است، زیرا ورزشگرای ما امروز امکانیت دارن هر دو یا سه ماه
رقابت کنند و البته رقابت ها زیاد شده استود است. در مسابقه آخرین پوشیده ولایت خاتلون ما زیاده از 400 نفر است به قید گرفتیم و فکر این یکم مرتبه بود که ما در ولایت خاتلون مسابقه گذراندیم و به فکر من پوشیده نیست که نمودی ورزش محاربای آمیخته امروز بعد از فوتبال نمودی از همه تیز یا بسیار رشد یافته استفاده می باشد. بله. و من باوری کامل دارم که سالهای نزدیک شاید یا 2028 یا 2032 نمودی ورزش محاربای آمیخته همچون نمودی المپی اعتراف می گردد. بله. و تا اون وقت ما حرکت میکنیم که اموده باشیم. بله، ورزشکاران خوب تیار کنیم. فکر میکنم برای تیار کردن ورزشکاران بسیار هم کسبی سهم مربیان خیلی زیاد است. و اینجا میخواستیم که از بختیار تورسونوف پرسون شویم که در تیار کردن نورسان که سرمربی دسته نورسان فدراسیون هستند چگونه زحمت میکشند، چقدر مربی ها هستند که برای اموده کردن ورزشکاران برای اشتراک در مسابقه های سطح جهانی زحمت و تلاش میکنند. وظیفه اولین ما این انتخاب کردن هیئت دسته منتخب می باشد. کسی جای اول رو اشغال کرد در چمپیونات جمهوری تاجیکستان، ما اون رو انتخاب میکنیم برای اعضای دسته منتخب جمهوری تاجیکستان. بعد طول 2 یا 3 ماه در مشق های دسته جمعونه، در وقت این مشق ها علاقه در یک روز و یا 2 مرتبه مشق میکنند، مشق تکنیکی، جسمانی و البته با ویتامین های همگونه تامین میشوند از طرف فدراسیون. و البته در طول این 2-3 ماه ما آماده میسازیم اون رو. شوق و ذوق نورسان به همین نمودی ورزش زیاد است؟ شوق و ذوق ورزشگران خیلی زیاد است. بسیاری ها میخواهند که در حیات دسته منتخب باشند، ولی به همه مؤثر نمیگردد. بله، نفری که نتیجه بلند نشان میدهد همون وارد دسته منتخب میشوند. بهترین ها دسته منتخب میشوند. بله. تمرین های دسته جمعی فدراسیون در کجا میگذرند و چگونه آمادگی میگیرند جوانان؟ سلام علیکم. اولا میخواستم سپاسگزاری خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و عدالت ملی، پیشوای ملت امام علی رحمون، رئیس شهر دوشنبه، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و همچنین رئیس فدراسیون بیان نمایم، زیرا که در این چخیلی که قید کردن در این مدت کوتاه با رهبری رئیس فدراسیون و تمام اعضای فدراسیون ما توانستیم که یک چند نتیجه های تاریخی رو به دست آوریم. وابسته به سوال شما من قید میکنم که اولا بور ما مشق های دسته جمعی خود رو در فدراسیون روسیه برگزار نمودیم با رهبری ورزشگری کسبی شرف دولتمرودوف. همچنین همه وقتا ما نقشه های خود رو داریم که هم در داخل جمهوری و هم در بیرون از اون مشق های دسته جمعی خود رو میگذارونیم، کوشش میکنیم که وابسته به حیات دسته، وابسته به شموره اونها، وابسته به شرط و شرایط، وابسته به فصل سال ما کوشش میکنیم که جوی محیط رو یابیم. همچنین برای معلومات ما تالاری ورزشی یعنی بازی فدراسیون رو تشکیل کردیم که همه روزه همه وقته ورزشگران ما در اونجا تمرین مینمایند با تمام شرایط تو مهیا شده است، مهیا است اون تلور، یعنی مسئله گرمی، مسئله شرط و شرایط، مسئله تجهیزات، مسئله که مربیان تنقیسی نکشن به خاطر آماده نمودن ورزشگران. زیرا گفتی شما روز به روز خواهشمندو زیاد هستن در مسابقه های ما. اگر امور رو اهمیتیم سال 2020 یکمین مسابقه که ما جام دوشنبه برگزار نمودیم تگی 50 نفر اشتراکچی بود، حوزی اگر کنیم تگی 600-700 نفر اشتراکچی است. چون اینجا سه ورزشکار آوردیم، قاسم، سیالی، محمد، این ورزشکاران در کجا ها اشتراک کردند، در کدام نمودی مسابقه ها و چگونه دستاورد ها دارند که امروز به استودیو برنامه ما حاضر شدند؟
ورزشگرو به خودشون خوبتر میگن، یکی من میتونم در مجموع گفتن که محمد سعیدزاده یعنی یکمین ورزشگر نوراسی است که دو مرتبه چمپیون جهان شد. او توانست دو سال پای هم در آنجا شرکت ورزیده و یکمین نوراسی است که در تاریخ صنعت موری بایو میختر در تاریخ توشتون دو مرتبه پای در هم چمپیون جهان باید به این نمود گردد. همچنین سیالی کامولوف چمپیون جهان در ابودابی شد و اخیران چمپیون جهانی منوی مو این ماه نویبر در شهر تیرانا جمهوری آلبانیا چمپیونات جهان بین کلونسولون و جوانان بود و در آنجا قاسم سردوروف در وزن 84 کیلو توانست مدال طلا را به جمهوری تاجیکستان بیاورد. سلامت باشید. این جایزه های با نفوذ را برای شما مبارک میگویم. میخواستیم که از محمد آغاز کنیم که چند حرف بهر بیننده های عزیزی ما گفته باشند که چی شما را اصلا جلب کرد به همین نمودی ورزش، چرا نرفتید به تکواندو یا اینکه باکس یا دیگر نمودی ورزش، چرا محض انتخاب کردید فدراسیون صنعت محاربه های آمیخته را؟ در اویله ما پدرم، برادرانم و مکیوی من همه به گوشتینگ جودا مشغول هستند و همچنین میخواستند که من هم به این نمودی گوشتینگ مشغول شوم. بله. و از صنفی یکی بودند من بسیار هم ورزشگاه‌های جهانی را تماشا کرده در با این نمودی ورزش یعنی شب و حواس پیدا کرده. بله. و از خانه کمی بالاتر یک ورزشگاهی بود که در آنجا ما یک دوستم گرفته به آنجا برد، در آنجا مشق و تمرین کرده شوق و حواس هم زیاد گردید. البته معلوم است که از روی این نمودی ورزش در جهان زیادند ورزشکارانی که از مقیاس جهان میآیند، از همه کشورهای جهان و خوب آمادگی دیدند. میان اینقدر ورزشگر غلبه به دست آوردن، سزاوار جای یکم شدن هم کاری آسان نیست. چگونه شد مثلا شما در این مسابقه سطح جهانی سزاوار جای اول گردیدید؟ ما پیش از مسابقه جهانی طول 3 ماه مشق‌های دست جمعونه گذاشتیم که در اینجا با ما معلم‌ها، ترنرها بسیار کمک‌های جسمانی و کمک‌های روحانی با ما کردند که ما در این طول 3 ماه با مسابقه با یک تیاری کامل، با یک روح بلند با مسابقه تیار باشیم. سلامت باشید. واقعا هم دوروجان جورایف اینجا قاسم یک چیز خوب رو ذکر کردند که ما در برابر جسمان آماده بودن، روحان نیز ما آماده می شدیم. فکر میکنم برای نتیجه بلند رو به دست آوردن روحان نیز آماده بودن به اون مسابقه بسیار مهم است. البته ما شاهد چند محاربه هستیم و بودیم که ورزشگاروی ما با تمامی مسئولیت ما اونو رو تیار کردیم، ولی پیش از محاربه اونها یک ترس، هیجان، یک ترس، یک وهم اونها رو مثل زیر کرد که اونها هنر و ملکه خود رو نشون دادن نتوانستن. البته پیش از همه ورزشگارانی که باری اول اشتراک میکنن در خارج، بله، قسمی نهایی یا نهایی فینال ها با یک نمودی شو پیشکش می شود و وقتی اشتراک در اونجا خودش یک ممکن احساسات نو پیدا می کند ورزشگر. زیرا همه این چیزا رو با اینوبات گرفته ما حرکت می کنیم که در حالت بهترین، چی روحان، چی جسمانی، چی تکتیکی ورزشگر رو آماده کنیم که با هر کجا قدم زده با آسانی محاربه را گذارند. بله. نازکی های این نمودی ورزش را بهر بیننده ها بگویید که چی نازکی ها دارد که شما گفته در مسابقه هایی که ما برگزار میکنیم ورزشکاران از دیگر فدراسیون ها نیز اشتراک میکنند، از نمودی باکس، تکواندو، دیگر نمودهای ورزش. از این معلوم شود که صنعت محاربه های آمیخته همه نمودهای ورزش را در بر میگیرد. درست قید کردید، صنعت محاربه های آمیخته یعنی گفتن یکی این نمود یک هربوی با یک هربوی شرقی داخل می شود و یکی از با فکر من شخصا خصوصیت خاصی که با نمود ما
بسیارتر شوق و رغبت دارن. هر یک مسابقه داخلی که ما برگزار می نماییم این با ذمه فدراسیا است و یک داوری بین المللی درجه بین المللی رو ما از خارج کشور به تاجیکستان میاریم، زیرا که او با تمام رقابت هایی که در مسابقه ما برگزار می شوند با تمام رقابت ها و او یعنی نگاه پروفیشنال خود رو بیند. یعنی اگر ما داوری درجه بین المللی رو دعوت کردیم و در این او بیند که داورون ما اگر یکم اشتباه یکم خطا یا یکم چیز دیگه شد، او میتواند یعنی نتیجه او واخوری رو دیگر کند و یعنی شفافیت باز همین چیز که حوز بسیار ورزشگران در بین ورزشگران و مربیان بسیاری به خاطر آن اشتراک میکنند، میدونند که اگر ورزشگر خود رو خوب آماده نمایند در اونجا وای غالب میبرد. دیگر بهونه نیست که مثال ما برآمد کردیم ما رو نداد و غالبیت رو ندادن دیگر مسئله میشود و این یکی از باعث اون میگردد که یعنی رقابت بین مربیان نیست، بین کلوبای ورزشی، یعنی ما یک رقابت سالم رو در بین داریم. همچنین با یک پیشنهاد رئیس فدراسیا ما کوشش کردیم از اول یک قاعده خود رو موندیم که تمام کلوب ورزشی، تالاروی ورزشی و یا فدراسیه هایی که میخواهم با ما همکاری کنند، ما یکم با یکم فدراسیه محاربوی من نکرده ایم، با همه همکاری میکنیم و تنها با مهری که اونها میبین با مهر درخواست پیشنهاد میکنند ما اونها رو قبول میکنیم. یعنی پگاه یکم دعوی نشود که مثال ورزشگرانی از کوچه اومده باید برامتنی که یکم ورزشگرانی که با یکم تالور یا که با یکم کلوبی ورزشگران فدراسیا شامل نیستن ما اونها رو قبول نمیم. این خیلی نیست از جهت قانون گذاری، از جهت حجت گذاری، از جهت همه طرف هم اومدگی خود رو میبینیم و ورزشگرانی که حوزی مربیانی ممکن کمتر با احساسات داشتن کمتر معلومات دادن، چخیلی که قاسم سردارو قید کرد مشقای دسته جمعی که مورین آخران گذاشتند از همه مشقای دسته جمعی ما از 4-5 مربی عبارت است. بله. یکی مربی وابسته به آماده نمودن جسمانی، یکی مربی گوشتنی طرز آزاد، یکی مربی نمودی کیک بوکسینگ، یکی مربی نمودی ام ام ای و سر مربی. یعنی در وقت تمرین ها ما بچه ها رو 5 مربی یک بار نگاه میکنند. بله. هر روزه در یک روز 2 مرتبه مشق میکنند و بغرض از این خراجات هایی که از وابسته به محصی بدن اونها، وابسته به فارماکولوژی، وابسته به ویتامینیزاسیا، وابسته به یخیل اونها شرط و شرایط جای خوبشون، یخیل هایی که از منطقه های دور میبین مو یخیل وقتو همه اینها رو به نوبت میگیرید، همه این رو خراجات ها، همه اینها رو به نوبت، همه این چیز رو فدراسیا به ذمه خود میگیرد که با مقصد یک چی معرفی نمودنی دولت خود در سطح بین المللی. سلامت باشید. خوب دورون جان جورایف، نقشه و نیت های شما در آینده که کدام مسابقه شما رو در پیش انتظار است و فدراسیا چی نقشه داره در آینده؟ ما هم اصولا نیت اشتراکی در چمپیونات آسیا و جهان رو داریم و البته مقصد ما الکای پس از سازوار گردیدن جوی اول بین کلون سالون در چمپیونات جهان نگاه داشتن اینجا. با فکر من این وظیفه باز هم مشکل تر می باشد. بله. که و مسئولیتی که ورزشگرای ما دارن، مربیای ما دارن، امروز مسئولیت زیاد شده ایستاده است. بله. این مسئولیت رو ما نیز حس کرده ایستادیم و البته ما همچون یک اویله فدراسیا همه وقت در جستجوی самтои нави рушди федерация, рушди намуди тамрин, машқ, фармакология ва гӯем тарзи муҳориба будан ҳастем. Бале. Мо ҳаракат мекунем ки каме ҳар маротиба каме ам бошад пешравем, беҳтар бошем, зудтар бошем ва як нуқтаи
مهمی دیگری که ورزشگرایی که در رشته نمودی ورزش موریبوی اومخته اشتراک میکنند و بسیاری اونها جایزه دارند علاقه در چمپیونات جهان، این اونها می توانند با خواهش خود با مسئولیت والدین و مربیان فعالیت کسبی خود را سر کنند و در این سمت هم نیست ما حرکت میکنیم که اونها را دستگیری نمویم و اونها در این سمت موفق باشند. ببینید که سال 2023 اومان برای MMA تاجیک یک سال نظررس است. بله. سال خاطروی و تاریخی می باشد زیرا 4 ورزشگری تاجیک روخت یافتند، کنترکت گرفتند با UFC. بله. تمام مردم تاجیک اونها را دستگیری چی از تاجیکستان چی بله. بیرون از کشور اونها را مخلصی میکند. حتی اخران موریبای بود در شهر ابودابی، بسیاری شناسای مو رفته در همون امارات متحده عرب اشتراک ورزیدند، دستگیری کردند. و این یک بازم خواهید میکنیم که نمودی ورزشی است که از دیگر نمودهای ورزش پیشتر و زودتر رشد یافته ایستاده است و پهن شده ایستاده است و مخلصای خود رو در تمام جهان دارد. حالا بعضی علاقه ورزشگرای غیر کسبی تاجیکستانی می باشد که مخلصای خود رو در دیگر دولت ها پیدا کرده است. بله. من یک لحظه رو قید کردنی هستم که سهیل کمالوف در محاربای فینالی نهایی خود در شهر ابودابی متحده عرب با بسیار رقیبی پرزور، بسیار رقیبی با تجربه از امریکا محاربه کرد و من بسیار با دقت محاربه رقیبش رو تماشا کرده بودم. 3 محاربه تا دوره نهایی رقیب او از 30 یا 40 ثانیه زیاد رقابت نکرد، یعنی با آسانی همه رو بریده بود و سهیلی بسیار در مثل یک امتحان بزرگ رو گذشت و با سری بلند رقیبش رو شکست داد با طوری بوغی کردن گردن و هنگامی صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان تمام تالار خیست. بله. این لحظه‌ای هست که لحظه‌ای نوتکرار، لحظه‌ای که گفتن نمی‌شود، هیجان بخش برای هر یک ورزشگر است. ورزشگر و دیگران این چیز رو احساس نکنن، نبینن، ممکن که تو پورا نفهمن. بله. سلامت باشید برای همه شما، برای اعضایان فدراسیون، با بردبری ها موفقیت های از این هم بلندتر میخواهیم. بار دیگر خوش آمدید به برنامه ما و دوستان عزیز یادوار میشویم که امروز در مهمونی برنامه ما حضور داشتن رئیس فدراسیون صنعت محاربه های اومیخته جمهوری تاجیکستان دورانجان جورایف، همچنین دیرکتر اجرایی فدراسیون خوش محمد پیرف و سرمربی دسته منتخب نورسان این فدراسیون بختیار تورسونوف و ورزشگران قاسم سردارف، سیالی کمالوف و همچنین محمد جان سیدزاده. بار دیگر خوش آمدید و برای شما موفقیت های کامل تمنا میکنیم. سلامت باشید.